چنفر و فیلپ تو حالت سه بعدی یه ذره پیچیده است و ما اکثر اوقات هم مجبوریم که قبل از اجرای طرحامون برای پرینت از این دوتا وسیله یا حداقل از یکیشون استفاده بکنیم. به هر حال مجبوریم که لبه‌های کارو یا گردش بکنیم یا چنفر بزنیم. مثلا الان توی این شکل به خاطر تغییر زوایایی که داریم چنفر معمولی یا فیلت معمولی درست کار نمیکنه روش. من الان یه باکس اینجا میکشم و یه استوانه. دو تا شکل ساده کشیدم تا ببینیم که چنفر معمولی و فیلت معمولی چجوری کار میکنن. از این مجموعه وریبل فیلت چنفر انتخاب میکنیم. خب سطح اول سطح دوم انتخاب میشه. با سطح اول سطح دوم با حالا ابعادی که از قبل اینجا ما داشتیم 1 و 1 فاصله از دوتا لبه. ببینید توی حالت چنفر این گوشه ها درست برای ما اجرا نشد. توی حالت فیلت هم اگه بریم فیلت معمولی با سطح اول سطح دوم سطح اول سطح دوم باز ببینید این گوشه ها درست اجرا نشد. توی این حالت باید سطحمون اصلا لبه‌ای شکسته نداشته باشه، یعنی الان من فیلتو اگر روی این استوانه اجرا بکنم درست اجرا میشه. برای حالت هایی که سطحمون لبه های یعنی زوایای شکسته داره، یعنی یک سطحمون کاملا مدور نیست یا زوایای شکسته داره مثل این اشکال، باید از وریبل فیلت و وریبل چنفر استفاده کنیم. به خاطر همینم هم هستش که وریبل فیلت انتخاب اول این ابزار هست. بقیه زیر مجموعهش قرار گرفتن چون کاربردش بیشتر از بقیه است. خب من وریبل فیلت انتخاب میکنم. کل لبه‌ای که میخوام با شعاعی که الان اینجا مد نظر هستش، یعنی 1 اینجا مینویسه وقتی که انتخاب میکنم، کل اون لبه ها رو انتخاب میکنم. وقتی که انتخاب میکنم لبه ها به صورت آبی در میاد. الان نیا کنین اینجا انتخاب نشده، این انتخاب میکنم آبی میشه. کل لبه ای که میخوام انتخاب شد و در نهایت اینتر رو میزنم و ببینین که چقدر تمیز فیلت انجام شد بدون اینکه جایی بریده باشه یا اجرا نشده باشه. از این مجموعه وریبل فیلت وریبل چنفر انتخاب میکنم. باز اینجا میبینید از لبه ها میخوام به اندازه 1 واحد فاصله داشته باشه. این تنظیمات حالا بعدا میتونه تغییر بکنه. فعلا نحوه اجرای چنفر رو میبینیم. کل لبه هایی که میخوام چنفر بشه رو دوباره به همون روش انتخاب میکنم. دقت میکنم که همش انتخاب بشه، وسطش خالی نمونه. اینتر. خب کارمون به راحتی و تمیزی اجرا شد، هیچ مشکلی هم نداشت، وسط مسیر کامل اجرا شد، هیچ جاییش نیستش که لبه اضافه داشته باشه. یه دور برای این باکس هم وریبل فیلت رو امتحان میکنیم هم وریبل چنفر تا ببینیم که چطوری انجام میشه. دوبار اینتر رو میزن. ببینید چقدر تمیز درمید. کنترل زد رو میزنم که وریبل چنفرم روش امتحان بشه. باز لبه ها رو انتخاب میکنم. کاملا بدون نقص. پس یادون باشه برای شکل‌های پیچیده‌تر وریبل فیلت وریبل چنفر، برای شکل‌های ساده‌تر از چنفر و فیلت سه‌بعدی.